سرخط خبرها. ثبت 25 مورد تازه کرونا در هرات. مشاور رئیس جمهور میگوید وضعیت گسترش این ویروس در افغانستان بدتر خواهد شد. این وضعیت متاسفانه بدتر میشه، به تمام دنیا بدتر میشه. توافق حکومت با طالبان بر موضوع رهایی زندانیان تا آمدن هیئت این گروه. فردا هیچ زندانی طالب از بند رها نخواهد شد. توافق شد تا طالبان تیم تکنیکیشان به کمک ICRC و میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل بفرستند. سایه اختلاف‌های سیاسی بر میدان‌های نبرد. دست کم 23 سرباز در پی حمله طالبان در چندین ولایت کشته شدند. بیننده خبر از یک با من نصرت منصور است. مشروع خبرها. با ثبت 25 مورد تازه مثبت کرونا در هرات، شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور به 170 مورد رسید که در این میان تنها 131 مورد در هرات به ثبت رسیده است. از سوی تاکنون 4 آزمایشگاه تشخیص بیماری کووید 19 در کشور ساخته شده که ظرفیت آزمایش دست کم 400 مورد را در روز دارد. وزیر صحت عامه میگوید که با افزایش شفت‌های کاری ظرفیت تشخیص این مرکزها تا یک هفته دیگر به 1000 مورد در روز میرسد. به گفته وزارت صحت 3 آزمایشگاه دیگر ویروس کرونا هم در بلخ، قندهار و قندوز ساخته خواهد شد. گشایش 4 آزمایشگاه بیماری کووید 19 در کابل. مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند که این آزمایشگاه ها در حال حاضر می توانند دست کم 400 مورد ابتلا به این بیماری را تشخیص دهند. اما به گفته وزیر صحت عامه، با افزایش شفت های کاری در آزمایشگاه ها ظرفیت تشخیص ویروس کرونا تا یک هفته دیگر به 1000 مورد در روز خواهد رسید. در ظرف یک هفته آینده روزانه با 1000 سمپل تست در سر تا سر افغانستان تشخیصش ارتقا بدیم. امی بود که 100 سمپل تست در خود لابراتوارهای مرکزی ما ایجاد شد که فعلا نالور ما به 3 شفت تبدیل میکنیم که امیدوار هستیم روزانه به 300 سمپل در روز برسه. از سوی قرار است در ولایت های بلخ، قندهار و قندوز نیز آزمایشگاه های تشخیص ویروس کرونا ایجاد شود. امکانات و تجهیزات این آزمایشگاه در کابل را وزارت زراعت فراهم کرده است. لابراتوار ویترینری که یکی از لابراتوارهای بسیار معیاری و دارای ماشین‌آلات و تجهیزات نهایت مدرن در افغانستان ما داریم، این را به خدمت وزارت محترم صحت عامه به خاطر تست ویروس کرونا بگذاریم. پیش از این افراد مشکوک به ویروس کرونا در کشور و بستگانشان به ویژه در هرات از زمانگیر بودن معلوم شدن نتیجه آزمایششان شکایت داشتند. کرونا خطر به نهایت جدی برای تمام دنیا است و تمام کشورها برای شکست آن بسیج شدند. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ارتباطات و راهبردی، میگوید که وضعیت گسترش کرونا در افغانستان بدتر خواهد شد. از سوی دیدبان مهاجرت، نگران وضعیت بهداشتی مهاجران افغانستان در ایران است که به ویروس کرونا مبتلا شدند. این دیدبان از حکومت میخواهد تا گامهای جدی را برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ایران بردارد. هشدار دوامدار حکومت از بدتر شدن وضعیت ناشی از گسترش ویروس کرونا در کشور. مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ارتباطات و راهبردی هشدار می‌دهد که اگر این ویروس در افغانستان جدی گرفته نشود و همه برای مبارزه با آن بسیج نشوند، تهدید این ویروس برای افغانستان خیلی جدی خواهد بود. تأکید ما سر ازی است که این وضعیت متاسفانه بدتر میشه، به تمام دنیا بدتر میشه. ما کار خود باید تشدید ببخشیم. مسئولیت همگی است. از رسانه ها هم خواهش میکنیم، از علمای محترم هم خواهش میکنیم، از شرکت های مخابراتی هم خواهش میکنیم، از همگی که ما در اون حد امکانات خود کار میکنیم. هر کس در اون حد امکانات خود باید کار بکنه تا ای که یا یک جا علیه از کرونا پیروز میشیم و یا اگر ما در زده بند افتیدیم متاسفانه همین کرونا ما را نابود میکنه.
آقای عمر تأکید میکند که هرچند قرنطینه دو شهر هرات و کابل تصمیم دشواری برای حکومت بوده، اما برای حفاظت از جان مردم چاره دیگری وجود نداشت. قیودات در شهرهای کلان به شمول هرات و کابل یک تصمیم ساده نبود. ما دو انتخاب داشتیم، یا باید میگذاشتیم که امی شور و غلغله در شهرها می بود و کرونا به شدت از پیش ما تلفات می گرفت. رای دومیشی بود که باید قیود وضع می کردیم. از سوی با زمین گیر شدن بسیاری از کشورها از جمله ایران در پی گسترش ویروس کرونا و سخنان سفیر افغانستان در تهران مبنی بر خودداری این کشور از ارائه آمار مهاجران افغان مبتلا شده به ویروس کرونا، حالا نگرانی جدی در پیوند به وضعیت شهروندان افغان در آن کشور وجود دارد. سفارت ها و کنسولگری های ما در تمام نقاطی که بود باید فعال می بودن، حرکت می کردن و روابط دیپلماتیک خوبتر و بهترتر می ساختن، به خاطر از اینکه هر شهروند نظر به کنونسیون مهاجرت حق دسترسی به خدمات دارند. اما وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان سفیر افغانستان در تهران میگوید که سفارت افغانستان در این زمینه از آنان اصلا اطلاعات نخواسته است. هرچند امکانات ما هم برای اتباع خودمون و مردم خودمون محدود است، اما از باب مسائل انسانی و از باب مهمان نوازی وقتی به اونها مراجعه شده بیمارستان های ما کم نذاشتن و کم هم نمیذارن. بنابراین ما توصیه‌مون به سفیر افغانستان این است که اگر نکته‌ای دارن، مشکلی دارن، سوالی دارن، ابتدا به مرجع اصلی اون کار مراجعه بکنن. وزیر صحت هم اینجا در کابل خلاف آنچه سفیر افغانستان در تهران گفته از تعهد ایران برای رسیدگی مؤثر به شهروندان افغان مبتلا به کووید 19 سخن میزند. ایران هم اکنون میزبان بیش از 2.5 میلیون شهروند افغانستان است. هرچند سفارت افغانستان در تهران آمار دقیقی از شهروندان افغان مبتلا به بیماری کووید 19 در دسترس ندارد، اما آمارهای غیر رسمی این سفارت خبر از مبتلا شدن شمار نامعلوم شهروندان افغانستان در ایران و جان باختن دست کم 50 تن از اثر ابتلا به این بیماری می‌دهد. شیوع ویروس کرونا در جهان مشکلات زیاد را بر پناهجویان ایجاد کرد، مشخصا بر مهاجرین ما در بیرون از مرزها و مشخصتر از او در کشور ایران که مرزش را با افغانستان تا این دم باز مانده و مهاجرین ما برگشت میکنند و در این میان تعدادی هم بودند که مبتلا به ویروس کرونا بودند. اینکه چه اقدامات برای مهاجرین افغانستان در ایران و سایر کشورهای منطقه صورت گرفته روش بیشتر بحث میکنم. آقای سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان اینجا در استودیو با من هستند. بسیار تشکر آقای انصاری که فرصت گذاشتید. ابتدا برای مهاجرین در ایران اقدامات را که شما روی دست دارین تا این دم چه بوده، چقدر تانستین در یک هماهنگی خوب با دولت ایران کار بکنین که هم جان مهاجرین حفظ شود و هم این خطر کلان دفع شود؟ تشکر. به نام خداوند بزرگ و توانا با عرض سلام خدمت شما و تمامی بینندگان خوب تلویزیون جهانی یک و تشکر میکنیم بابت دعوتتان. البته از آغاز زمان شیوع ویروس کرونا در ایران نماینده های وزارت امور مهاجرین در کشور ایران فعالیت دارند و همه روزه اونا در جریان هستند و مشکلات یکایک از هموطنان ما که مراجعه میکنند و اونا را در جریان قرار میدن اقدامات خوبتری داشتن. البته در قسمت مداوای مهاجرین ما در ایران که متاسفانه در ابتدا در قسمت پذیرفتن وید از هموطنان ما که مبتلا به این مرض بودن به فضل خداوند بزرگ این مشکل حل است و امشب هم ما دیروز هم مکررن و امشب هم با آتش های ما در جریان بودیم و گزارشی که از اونا گرفتیم اونا کاملا اطمینان دادن که هر هموطن ما که خدای نخواسته به این مرض مبتلا میشن اونا در خدمتشان است و صحبت هایی که با حکومت ایران و پیشنهاداتی که صورت گرفته بود، البته در شکی نیست که در گذشته متاسفانه مشکلات وجود داشت و فعلا در این قسمت مشکلات خیلی جدی وجود نداره، صرف در قسمت حفظ و نگهداشت سلامت وجود انسان که مربوط به خود ما و شما بیشتر میشه
و هموطنان ما هم در این قسمت باید جدا این موضوعات مد نظر بگیرن. اجازه بدین اینو در دو بود مطرح کنیم. ابتدا مهاجرینی که در ایران هستن، خب اینا مسلما یک تعداد زیادشان به دلیل فقری که در افغانستان دامنگیرشان بود مهاجر شدن به ایران و اونجا زندگی میکنن و مصروف کارن. چقدر واقعا از طرف دولت ایران و تا جایی هم خودشان توانی دارن که خودشان را سالم نگاه کنن، از وضعیتشان به درستی حکومت افغانستان و وزارت مهاجران آگاست؟ و بحث دوم، بود دوم این مسئله مهاجران است که دوباره برگشت میکنن. برای اینا سرپناه وجود داره؟ کجا مراجعه میکنن؟ خب وقتی شیوع پیدا کرد ویروس کرونا در هرات و سایر ولایت ها به شمول کابل، این گونه پیداست که مهاجران به خانه های خودشان میاد تا این که شما ابتدا اونا رو در یک جای محافظت کنین و قرنطین کنین. باز هم در رابطه به دو نکته را که شما اشاره کردین، ما هم میخوایم در هر دو نکته اشاره داشته باشم. یک مسئله حفظ و نگهداشت هموطنان ماست که امی آتش های ما در جریان هستن و دوستا و همکارانی که با اونا حد نزدیک همکاری دارن در قسمت توزیع همین آنچه که لازم هست و از قبیل دستکش و مواد ضد عفونی و غیره، این پروسه هم جریان داره برای مهاجرین. البته با عقب دروازه از اونها انتقال میتن، این موضوع اول است. و مسئله دوم، مسئله درمان از اونها است. اگر یک تعدادی از این هموطنان ما به این مرض مبتلا شوند، البته یک تعداد شفاخانه‌هایی که در ایران، طوری که ما در افغانستان خود شاهد هستیم که اونا به شکل خصوصی فعالیت میکنن و جواز دارن، جواز فعالیت، اونا یک مقدار فیس بلندتر و گزافتر درخواست میکردن قبلا هم. و البته ما یک گروپی داریم که شخصا خودم هم در اون گروپ حضور دارم و هر هموطن ما که به نمایندگی از یک کتله از هموطنان ما در اون گروپ فعالیت میکنن و ما هر روز گزارش میگیریم که قبلاً مشکلات وجود داشت، البته در شفاخانه های از اونا، ولی اونا اطمینان میتن در قسمت مداوای از اونا که هیچ گونه تعصبی اصلا در قسمت تداوی کردن افغانهای ما که در اونجا هستن و سایر. پس این که مهاجران به گونه سرسام‌آور وارد افغانستان میشن دلیلش شخصی است تا این که بوده باشه از طرف دولت ایران که اینا را اخراج میکنن؟ خب این مسئله دوم است که اکثریت مطلق کسانی که برگشت دارن به افغانستان، اینا به رضایت خودشان برمیگردن. اصلا کدام فشاری که قبلا وجود داشت، البته در شک نیست، در روزهای نخست شیوع مرض ما اخراج داشتیم و فعلا متاسفانه اخراج داریم، ولی در سطح خیلی بلندتر نیست. البته اکثریت مطلق یا روزانه‌ای که ما حدودا 10,000 برگشت کننده داریم، بالاتر از 90% الی 95% از مجموعه روزانه که برگشت میکنن، برگشت داوطلبانه و به رضایتشان است. آقای انصاری، در داخل افغانستان حل نشد بود پیچیده و مبهم این مسئله که مهاجران وقتی مراجعه میکنن به مرزها، اینا قرنطین نمیشن. چرا اجازه داده میشه به اینا که باید برن به خانه هایشان؟ بس بسیار جدی است. اینا رو شما باید زمینه فراهم کنین که حداقل 14 تا 15 روز در کمپ یا شفاخانه یا جای قرنطین باشن، بعد اجازه ورود به داخل شهرها و به ولایت برشان داده شه. یا این امکانات رو ندارین به همین خاطر سرسری از این مسئله میگذرین؟ خب باز هم بخوایم به نکات مهم در اینجا اشاره بکنم که اکثریت دوستانی که با ما در تماس هستند و پیشنهاداتی در این مورد دارن که باید به هر تعدادی از هموطنان ما که به افغانستان برگشت میکنن، اینا باید قرنطین شوند. فرض کنیم ما از یک ماه گذشته تا الحال حدوداً 170 الی 180 هزار تن برگشت داریم و همه از اینا اگر در هر دو ولایت، ولایت هرات و ولایت نیمروز، اینا قرنطین می شدن و مطمئن استیم که همه از اینا مبتلا به مرض کرونا نیستن و یک تعداد اندک از اینا که فعلا در افغانستان مرض شروع کرده، احتمال داره که به شکل انگشت شمار مبتلا به این مرض بوده باشن. ولی اگر همه از اینا قرنطین می شدن دقیقاً که مشکل آفرین می شد و این مرض شروع می کرد، تا 170 هزار تنی که قرنطین می بودن، همه از اینا مبتلا به این مرض می بودن و حتی جان اکثریت از اینا در خطر می بود.
از این لحاظ از روزهای نخست ما تاکید کردیم. آقای انصاری، فکر نمی‌کنید که آلا سپذیری را بیشتر ساخته ای کارتان که خب هر فردی که آلوده به کرونا است میره در یک شهر و حداقل همونطور که سازمان بهداشت جهانی میگه یک فرد 3 نفر و 3 نفر 9 نفر 9 نفر بالاخره 18 نفر را مبتلا می‌سازد. خب دقیقاً ببینید، ما یکی خب مسئله قرنطینه کردن، اینجا وزارت صحت عامه وجود داره، شورای امنیت وجود داره، این مسائل بزرگ است که اونا میتونن بیشتر تصمیم بگیرن. چیزی که مربوط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میشد، ما از روزهای نخست پیشنهاد کردیم به وزارت محترم صحت عامه که روند برگشت آغاز شده، چون تشویش خلق شده بعضها آمده در ایران، باید مرکز صحی ایجاد شوه و چک و کنترل و بررسی شوه، معاینات صورت بگیره، بعدتر اینا اجازه داده شون که وارد هر ولایتی که تقاضا دارن باید اجازه داشته وارد شون. این مرکز ایجاد شد، حدوداً بالاتر از 60 تن دکتر صاحبایی که وزارت صحت عامه اونا را در تیم‌های مختلف تشکیل دادن و او را اعزام کردن، این چک و کنترل میشه، ولی توجه بیشتر باز هم نیاز است که این توجه بیشتر صورت بگیره در قسمت چک و معاینات از اینا. چون ما همیشه تاکید کردیم، وزیر صحب صحت آمد در یکی از صحبتهای خود اشاره کردن که متاسفانه این مرض خیلی ها علائم جدی را به خود نشان نمیده، تا فیصدی 50% هم اگر کسی مبتلا باشه نمیدانه که ما به این مرض مبتلا هستم. از این لحاظ یک سلسله مشکلات وجود داره، ولی مطمئن هستیم که وزارت محترم صحت عامه کار خود را به جدیت انجام میده و در قسمت چک و معاینات از اینا هر هموطن ما که برمیگردن واقعا شب و روز زحمت میکشن، اینا قابل تقدیر هستن و سعی و تلاشی که به خرج میدن و تیم ما هم به عنوان واحدهای دومی که در سطح ولایت فعالیت میکنن، مخصوصا در دو ولایت هرات و نیمروز، اونا هم شب و روز زحمت میکشن و واقعا زحمات از اینا قابل ستایش است. ممنون حضورتان آقای انصاری. فردا هیچ زندانی طالب از بند رها نخواهد شد. شورای امنیت ملی میگوید که در سومین نشست ویدیویی هیئت تماس حکومت افغانستان با طالبان توافق شده که هیئت این گروه برای بحث فنی به کابل بیاید و سپس روند رهایی زندانیان این گروه آغاز شود. این در حال است که 5 روز پیش توافق شده بود که فردا 31 مارچ 100 زندانی طالب از بند حکومت افغانستان آزاد شوند. در این حال شمار از عضوهای هیئت گفتگو کننده صلح میگن تا اکنون آجندای گفتگو را دریافت نکردند. همزمان ریاست جمهوری تاکید دارد که کار روی ایجاد شورای مصالحه نهایی است و به زودی تشکیل خواهد شد. امان فرهنگ گزارش میدهد. دیده میشود اختلاف ها میان حکومت و طالبان بر سر رهایی زندانیان همچنان پابرجاست. در حالی که 5 روز پیش هیئت تماس حکومت افغانستان با گروه فنی طالبان در دومین نشست ویدیویی به توافق رسیده بودند که به تاریخ 31 ماه مارچ 100 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان آزاد شود، اما دفتر شورای امنیت ملی حالا میگوید که دیروز در سومین نشست ویدیویی هیئت تماس حکومت با طالبان توافق شده که هیئت این گروه به کابل آید و روی چگونگی رهایی زندانیان بحث کند. از همین رو فردا 100 زندانی رها نخواهند شد. در ویدیو کنفرانس دیروز توافق شد تا طالبان تیم تکنیکیشان به کمک ICRC و میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل بفرستند تا اینجا بحث‌های بیشتر رودروی تکنیکی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای رهایی زندانیان داشته باشند. منبع‌های نزدیک به گروه طالبان میگویند که هیئت این گروه به زودی به کابل خواهد آمد. از سوی این گروه تاکید دارد که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان همه شمول نیست و آنان با هیئت گفتگو میکنند که همه طرف‌های سیاسی با آن موافق باشند. نو زه فکر کوم چې احتمال ډیر دی ستا چې نن به د هغه هیئت چې دلته راتلی لس کس هیئت وو چې په هغه پراش کې مولوی ضیاءالدین دی هغه کدی چې نن راشي. در همین حال برخی از جریان‌های سیاسی از طالبان می‌خواهند که در روند صلح سنگ‌اندازی نکنند و به جنگ نقطه پایان بگذارند. در ارتباط با این که بدون قید و شرط که طالب بخواهد که یکدم آنان و فوراً رها شود، حداقل همون رقم شرایط و خواسته‌های بلند پروازانه را طالب که می‌کنه، حداقل شرایطی طرف هم باید بپذیره. بسیار مغرورانه متکبرانه با رفتار نداشته باشند. اینجا افغانستان از اونا در قطر ششته. برای اختتام جنگ و خونریزی مردم بیگناه
سعی و همکاری عملی و مخلصانه نموده. از زمینه سازی و بهانه های گوناگون غیر منطقی و غیر موجه برای تداوم جنگ خودداری نمایند. از سوی هم برخی از عضوهای هیئت گفتگو کننده حکومت میگویند که تا کنون آجندای گفتگو را دریافت نکردند. هیئت مذاکره کننده صلح تا حال آجنده را تسلیم نشدند. قرار هست که آجندای صحبت و گفتگو با طالب ها از طریق شورای عالی مصالحه ترتیب شود. رهایی 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از توافق صلح دوحه میان امریکا و طالبان است. قرار بود روند رهایی زندانیان 10 روز پس از امضای توافقنامه در 20 ماه حدود سال گذشته آغاز شود. اما حکومت افغانستان اعلام کرد که رهایی تمام زندانیان در یک زمان ممکن نیست و به تدریج انجام خواهد شد. حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف بار دیگر تلاش هایشان را به خاطر حل اختلاف میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله آغاز کردند. دفتر آقای عبدالله با استقبال از این تلاش ها میگوید امیدوار است از این فرصت رای حل اختلاف ها به درستی استفاده شود. ریاست جمهوری هم میگوید اختلاف ها حل خواهد شد و به زودی کابینه جدید تشکیل می شود. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالرب رسول سیاف از چهره های جهادی بار دیگر برای حل اختلاف میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دست به کار شدند. آقای عبدالله هفته گذشته در یک نشست خبری از این سیاستگران خواست که میان او و محمد اشرف غنی میانجیگری کند و تاکید کرد که به آنان 10 روز وقت داده شود. خانه رئیس جمهور جناب استاد سیاف او نور سیاسیون یو رای حل را وباسی ترسو چې اوسنی جنجال چې موږ لرو د ډاکټر صاحب عبدالله او رئیس جمهور تر مابین دغه جنجال ته یو رای حل پیدا سي ترسو چې په یو تفاهم باندې موږ ورسیږو او تر یو چتر لاندې د نظام و د دې همکاري وسی. جنجال هایی که امروز وجود داره برای خدمت به مردم افغانستان و برای سلامت افغانستان نیست. هر چهره برای چگونگی حضور خودش در ساختار قدرت افغانستان دعوا داره و جنگ داره. منازعه امروز سیاستگران ما منازعه برای قدرت است. ریاست جمهوری اختلاف ها را بحران آفرین نمیداند و میگوید که این اختلاف ها به زودی حل خواهد شد. حکومت هم رئیس با ممرای کسایی میبینه صحبت میکنن، اما یک کشمکشه که یک مور بحران به نامه مطرق چیزی وجود نداره، اما طبعا تلاش از هر طرف وجود داره که اگر شبه که تمام سیاسیون ما متوجه مسئولیت های خود شوند. در همین حال دفتر آقای عبدالله از تلاش ها برای حل اختلاف ها استقبال میکند و میگوید که امیدوار است از این فرصت به درستی استفاده شود. رسیدن به راه حل سیاسی از راه گفتگو و مذاکره، تلاش ها در سطوح مختلف جریان داره. ما امیدوار هستیم که بالاخره از رهگذر تفاهم به یک حکومت فراگیر و همشمول با در نظر داشته آرای واقعی و شفاف مردم افغانستان دست پیدا کنیم. پیش از برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، تلاش های داخلی و بیرونی برای تعامل دو طرف صورت گرفت، اما هیچ طرف کوتاه نیامد. افزایش این اختلاف ها پس از سوگند حتی پای وزیر خارجه آمریکا را به کابل کشاند، اما او هم کاری نتوانست. آمریکا به دلیل این اختلاف ها 1 میلیارد دلار از کمک هایش را به افغانستان کاهش داد. افغانستان هم از ناحیه سیاسی و هم از ناحیه اجتماعی به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیار آسیب پذیر است و اختلاف های سیاسی در درون نظام میتونه یک بحران بسیار خطرناک را متوجه افغانستان بسازه. پیامد ها و راه های برون رفت از وضعیت موجود را به تحلیل میگیرم. آقای عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان با ما وصل هستند. آقای رفیعی، حداقل در یک چنین وضعیت حوزه کلان سیاسی افغانستان تنها کاری که میتونن چه است؟ سلام دارم خدمت شما و خدمت دیدنهای محترمتان. به نظر من یکی از بزرگترین معضلات که فعلا مردم از نقطه نظر روانی دچار یک نوع سرخوردگی کرده بحث سیاسی افغانستان است. اگر حکومت افغانستان در طول چند روز آینده نتانه واقعا مشکل سیاسی را حل بکنه، بعد وقتی ما داخل یک مشکل بسیار کلان کرونا میشیم، یعنی در یک واگیری کرونا قرار میگیریم، مردم اعتماد خود نسبت به نظام و نسبت به وضعیت از دست میدن. این سبب خواهد شد که خدای نخواسته تشنجات بسیار بزرگ اجتماعی رونما شود.
ما در حساس ترین مرحله از تاریخ افغانستان قرار داریم که هم یک بحران به نام بحران سیاسی در درون افغانستان حاکم است، هم یک بحران واگیر کرونای خانمانسوزی که بشریت در خطر مواجه ساخته مطرح است، و هم ناتوانی و فساد در درون نظام سیاسی افغانستان یا نظام اداری افغانستان به اندازه بالا هست که ما حتی نتانستیم برای هرات که اساسی ترین مرکز شیوع یا پخش کرونا فعلا در افغانستان شناخته میشه، 400 میلیون افغانی را به عنوان کمک های اولیه که بسیار پول اندک و ناچیز است در طول 3 هفته روان کنیم. این نشان میده که نظام اداری سیاسی افغانستان متاسفانه یک نظام خیلی فرتود و خیلی غیر پاسخگو در شرایط بسیار حساس کنونی است. آقای رفی، مشکل سیاسی حوزه سیاست افغانستان و اختلاف را که بر سر نتیجه انتخابات به وجود آمد، خب در گذشته یک بار تجربهش داریم، جان کری وزیر خارجه آمریکا آمد حل کرد، ولی این بار پامپیو هم نتونست که حل بکنه. چه چیز یا چه ترفند میتونه راهگشا باشه برای شکستن این بنبست سیاسی؟ البته میخوام پیش از اینکه اما بنبستش اشاره کنم، اول بگم که تحلیل ما اینطور است که ما متاسفانه 3 پدیده بسیار شوم در افغانستان مکررا تکرار میکنیم. یک، بی‌اعتمادی در مسائل کلان اجتماعی افغانستان مستولی است. یک فرهنگ بسیار وحشتناک بی‌اعتمادی وجود دارد و یک بحران به یک بحران بسیار بد تبدیل شده متاسفانه که ما برش قربانی می‌دهیم. 2، عدم درک و درایت اساسی سیاسی در رهبران ماست. متاسفانه رهبران ما ظاهراً رهبر هستند، در واقع هم اینا حتی از افراد پایان گروه های خودشان هم ضعیف‌تر می‌اندیشند. و همو خاطر است که اینا درایت فکری ندارن که تشخیص بدن که ما در شرایط اساس چه چیزایی نیاز داریم. و سوم، عدم حضور مردم در صحنه است. متاسفانه مردم خاموش است، منتظر است که دیگران چی میگن، کلانها چی میگن. یا تا باعث شده که رهبران هم انتظار بکشن که یک کسی از خارج بیاید مشکلشان حل کنه، در حالی که باید درایت خود مردم داشته باشه، خود رهبران، خود کسانی که مسئول هستند داشته باشن. اما اینکه چی بنبسته، چی چیزی میتونه بنبسته بشکنه، یک درایت دقیق با هم دیگر پذیری و یک اجماع کلی در مسائل سگانه‌ای که ما پیشتر خدمت شما عرض کرد. آقای رفی، شکستن چهار مورد تازه ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور ثبت شد. به گفته وزارت صحت عامه، یک مورد تازه در نیمروز، 2 در قندهار و 1 در دایکندی به ثبت رسیده است. وزارت صحت میگوید که از 60 مشکوک که در 1 گذشته در آزمایشگاه مرکزی کابل ثبت شده، نتیجه 56 دیگر آن منفی بوده است. از سوی در هرات امروز 25 مثبت جدید ابتلا به این بیماری ثبت شده است که شمار مجموعی موردهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان را به شمول 4 عضو ماموریت پشتیبانی قاطع و 174 مورد می رساند. در 1 گذشته دست کم 23 سرباز در پی حمله های طالبان در بغلان، تخار و زابل کشته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که جنگجویان طالب نیز در این حمله ها تلفات سنگینی دیدند. آگاهان نظامی اما میگویند اختلاف ها میان سران سیاسی کشور سبب کاهش روحیه نیروهای امنیتی و بلند رفتن تلفات آنان شده است. در آستانه رهایی زندانیان طالب، حمله های این گروه بر پازگاه های نیروهای امنیتی بار دیگر افزایش یافته است. شب گذشته جنگجویان طالبان بر 1 پازگاه نیروهای پلیس محلی در ولسوالی خواجه‌غار تخار حمله می کند. حمله ای که دست کم 13 کشته و 6 زخمی بر جا می گذارد. شب گذشته در مربوطات ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار درگیری بین پلیس محلی و مخالفین مسلح آغاز شد، تا یک شب ادامه داشت. نیروهای کمکی به ساحه مستقر شدند و طالبان در او استقامت سرکوب جدی شد و تلفات سنگینی هم متوجه مخالفین مسلح است. متاسفانه در جریان درگیری به پلیس محلی هم تلفات وارد شده است. حمله های این گروه در بغلان و زابل نیز جریان داشته، حمله هایی که دست کم 10 سرباز کشته شدند. متاسفانه بگویم برتان که 4 از پلیس محلی شهید داشتیم و 5 هم زخمی. بدبختانه د تیر شپې په جګړه کې د مګ شپک تنه د ملي اردو سربازان په شهادت رسیدلی دي.
نیروهای امنیتی اما از 5 هفته بدین سو اجازه راه اندازی عملیات تهاجمی را ندارند و به گفته مسئولان در وزارت دفاع ملی در حالت دفاع فعال قرار دارند. به گفته مسئولان در این وزارت در درگیری های یک روز گذشته جنگجویان طالب نیز تلفات سنگینی دیدند. نیروهای افغان در چارچوب حالت دفاعی فعال فعلا خیلی خوب در برابر تروریست‌ها مبارزه میکنن، تلفات سنگین هم به طالبا وارد شده. در چند ولایتی که شما نام گرفتین، در زابل، تخار، قندوز، بغلان، در مجموع در ولایت شمال به خصوص در روزهای گذشته تلفات خیلی سنگین به طالبا وارد شده. آگاهان نظامی اما میگویند که اختلاف مقام‌های سیاسی سبب شده که روحیه نیروهای امنیتی کاهش یافته و در نتیجه سبب افزایش تلفات نظامیان کشور شود. گرفتاری های رهبران سیاسی در جنگ قدرت زمینه خوب برای مخالفان مساعی ساخته که با استفاده از فرصت حملاتشان افزایش بدن. افزایش حملات مخالفان در پروسه صلح تاثیر منفی میندازد. بالای روحیه نظامیان تاثیر منفی میندازه. تا زمانی که شما دشمنی که خشونت طلب است، دشمنی که حداقل وظیفه اون جنگ است و ماشین جنگ دیگر است، اونها رو در میدان های جنگ درست نکوبین، حقیقتا اونها در مقابل صلح گردن فرو نمی آورند. با این حال شماری از منابع نزدیک به طالبان دلیل افزایش حمله های این گروه را تاخیر در آغاز روند رهایی زندانیان طالب میدانند. حکومت مخالفتونه د بنجانو په خلاصون کې وکړل او د میاش په دې کې پرس ولا دغه خداسي و چې لس ورځې وروسته بیا د بین الافغاني ناشتې شروع شي، نو هغه ته زمینه برابره نه شوله. هغه دې اوس میاشتې وځي، دا هم معلوم نه شوه چې وکړ نور بله میاشت به وځي که به نه وځي. نو زه خپله دا وایم چې دا قصور تاوان زما فکر باندې د امریکایانو د په خپله مذاکراتو کې و. گرچند طالبان یک ماه پیش با امریکا در دوحه بر کاهش خشونت ها به خصوص در مرکز ولسوالی ها و شهرها توافق کردند، اما در این مدت حمله های این گروه بر پازگاه های نیروهای امنیتی همچنان ادامه داشته است. در ادامه خبرها، وضع محدودیت گشت و گذار در شهر غزنی. تا یک ماه دیگر تکمیل شدن کار ساخت 7 بیمارستان کووید 19 در کابل و ولایت ها. دوباره خوش آمدین. برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شهر غزنی هم محدودیت گشت و گذار وضع می شود. والی غزنی می گوید که این محدودیت برای 3 هفته در شهر غزنی برپا خواهد بود و در این مدت تنها فروشگاه های مواد غذایی و مواد سوختی باز خواهند بود. از سوی نزدیک به 80 زندانی در قندهار و پکتیا برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان ها از بند رها شدند. به گفته مقام های محلی بیشتر این زندانیان متهم به جرم های جنایی اند و بیشتر مدت زندانشان را سپری کردند. پس از کابل، هرات، فرا و شهر زرنج در نیمروز، محدودیت گشت و گذار به شهر غزنی هم رسید. به گفته والی غزنی، این محدودیت برای 3 هفته در بازار غزنی برپا خواهد بود و در این مدت تنها فروشگاه های مواد غذایی و مواد سوختی باز خواهند بود. غیر از دکان های مواد ارتزاقی و خوراکی و مواد سوخت و درملتون ها و شفاخانه ها و یک تعداد چیز ضروریات اولیه مردم، دیگر دکان ها و چیزی که بسیار ضرور نباشه او برای مدت 3 هفته مسدود گردد. مردم متوجه باشه، روز دوبار سه بار دستای خود باشه، باید ماکس داشته باشه، باید تدابیرش گرفته شه، خود مردم باید دستکار شنن تا خود نجات بدن از این. در این سو نگرانی شیوع ویروس کرونا در زندان ها حکومت را واداشته تا برای کاهش تراکم در زندان ها برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شمار از زندانیان را رها کند. امروز بیش از 70 زندانی در قندهار و پکتیا از بند رها شدند. به گفته مقام های محلی بیشتر این زندانیان متهم به جرم های جنایی هستند و بیش از 70% مدت زندانشان را گذراندند.
چې دغه مابوسین پاینده کې د کرونا په ویروس مبتلا نسی، نو دا فرمان هم اختصاصي فرمان دی او خاص هم د کرونا د ویروس د مخنیوي په خاطر باندې. د کرونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره چې موږ زندانونه کسان کې زیات دي او د دې ترڅنګ دغه مرض هم کنټرول مشکلونه بنان د جمهور رئیس د فرمان د لومړي نمبر فرمان سره سم نن موږ خپل اجراءات شروع کړل. افراد آزاد شده از بند هم از این اقدام حکومت خوشبینند. برای امکانات برای ما یک ماکس داده، چیز دیگه برای ما نداده. خطر حادثات خودت فکر کن، اگر 20 نفر در یک اتاق اجتماعی تنفس کنند چقدر است؟ تا کنون واکسین و داروی برای درمان بیماری کووید 19 ساخته نشده است. از این رو توقف گرد همایی ها و محدود شدن رفت و آمد بهترین راه پیشگیری از شیوع این بیماری دانسته می شود. همزمان با افزایش موردهای مثبت کرونا در افغانستان، مسئولان صحی در این ولایت هشدار میدن که در صورت جدی گرفته نشدن ویروس کرونا، این ولایت خیلی زود همانند ایتالیا و ایران به خط سرخ خبرها مبدل خواهد شد. جامعه مدنی و طبی این ولایت هم از حکومت میخواهند تا ماندن در خانه را در این ولایت اجباری کنند. در این حال والی هرات هم هشدار میدهد که اگر هرات نشینان محدودیت های وضع شده را نادیده بگیرند، آنان از روزگار خواهند گرفت. هشدارها از شکلگیری فاجعه انسانی در هرات همزمان با سرقمی شدن مبتلایان به ویروس کرونا. هرچند از چند روز بدین سو برگشت و گذار در هرات محدودیت وضع شده است، اما در برخی بخش های شهر ازدحام مردم به چشم می خورد. ریاست صحت عامه هرات هشدار می دهد در صورت ادامه بیپروایی مردم به محدودیت های وضع شده این ولایت، به زودی سرخط خبرها خواهد شد. مردم عزیز ما، وضعیت ایران، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا و چین آینه است برای ما و شما. اگر جدی نگیرید، هدایات سحیر رفت آمدا محدود نشه، اجتماعات محدود نشه، فاصله های بین دو نفر از 1.5 متر نزدیکتر باشه، مسافه باشه، دست دادن باشه و جدی نگرفتن باشه، وضعیت ما خیلی بدتر از اینا خواهد شد. با این حال پزشکان در این ولایت هنوز از کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی شاکی هستند. هنوز اینا هیچ ونتیلاتوری خریداری نکردن، ماشین اکسیژن خریداری نکردن، از هیچ مرجع برشان نرسیده. ما امکانات کافی دیگه برای جلوگیری از کرونا قطعا در دسترس نداریم. این قرنطینه که فعلا در شهر برای افتاده یه نظر ما قابل قبول نیه، چون ما نتونستیم 100% مردم به قرنطینه ببریم، تنها تونستیم 50% مردم ببریم. حکومت محلی هم که از نادیده گرفته شدن محدودیت گشت و گذار باشندگان هرات ناراضی است، تأکید میکند که در صورت ادامه این بیپروایی از زور کار خواهند گرفت. در صورتی که مردم همکاری نکنند و در خانه نشینند، این از قوه قهریه هم استفاده میکنیم، چرا که اگر چرخه انتقال ویروس نشکنانیم شهر ما به هم میخوره. تا این دم بیش از 100 تن در هرات به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مسئولان محلی میگویند که ویروس کرونا در سطح شهر هرات انتشار یافته و انتظار می رود در روزهای پیش رو شمار مبتلایان افزایش یابد. آقای عبدالقیوم رحیمی، والی ولایت هرات با ما وصل هستند. آقای رحیمی، ابتدا می خواهیم این گونه بپرسم، چقدر هراتیان را تانستن برشان کمک رسانی بکنین در همین روزهایی که حداقل میزان آسیب پذیری از ویروس کرونا بلند است؟ با سلام به شما و همه بیننده های تلویزیون یک، ما سر جمع‌آوری کمک ها کار کردیم. تقریبا نزدیک به 60,000 کت خوراکی یک ماه به خاطر یک فامیل 5 الی 6 نفره جمع‌آوری کردیم و آماده است. مکانیزمی که توزیع بکنه او سرش کار کردیم. ملاحظات بسیار زیاد بود که تشویش مایی است که مواد غذایی تکرارا به یک فامیل دو دفعه داده نشود.
به خاطر زو مکانیزمی که وضع شده از طریق شاروالیا ما تقریبا 16 شاروالی داریم به کل هرات. یک مکانیزم ای است، دیگه مکانیزم قریه دارای ما و اربابای ما به سطح قریه است و که در این مورد شورای ولایتی هم همکار است و وکلای کوچه رو. ای در حالت تثبیت شدن است که کی هست ضرورتمندا و انشاءالله این مواد توزیع میشه و مواد دیگه هم در پلان است که جمع‌آوری شوه باز به همون شکل توزیعش میکنه. آقای رحیمی، پول کمک شده از طرف حکومت افغانستان و پول اختصاص یافته از طرف حکومت به خاطر مبارزه با کرونا به هرات رسیده، خدمات صحی کافی در اختیار دارین؟ پول به هرات رسیده در اکانت ما مستوفیت است، بله. خدمات صحی اگر شما کافی میگین، من فکر میکنم که در هیچ جای دنیا هیچ مملکت، حتی ممالک پیشرفته مثل ایتالیا و اسپین و امریکا هم امو ظرفیت های صحی که دارند در مقابل از ویروس کم است و ما شما هم که در افغانستان با این مشکلات رو بروستیم. ما امو کوشش، یعنی زیادترین کوشش خود را کردیم که آمادگی های عظمی خود داشته باشیم. تا 1020 ما آمادگی داریم، خداوند او روزه نبیاره که ما ضرورت شده که 1000 نفر بستری داشته باشیم. سکتور خصوصی صحت که نهرات است، می فعلا پیش از مصاحبه ما جلسه داشتم امرایشان، او هم آمادگی خود گرفته را ایستن و آماده هستن. متاسفانه که ارقامی که آمده را ایست یا 106 نفر مصاب رسیده، این ارقام داره به سرعت بالا میره و امیدوار هستم که ما بتانیم که امو با این وضعیت بتانیم که مقاومت بکنیم. بعد از اون هم آمادگی خود گرفتیم و توکل ما به خدا. آقای رحیمی، بیشترین آسیب پذیری ما از مرز غربی افغانستان با کشور همسایه ایران است. در روز چقدر مهاجر وارد هرات میشه؟ بسیار بالا بود، فعلا دیروز به 1700 نفر رسیده، پایان آمده به قدر از 16500 به 1700 پایان آمده که یک تفاوت بسیار کلان است. ما امیدوار هستم که این تفاوت دوامدار باشه که مثلا کم شده بره. روزای نوروز است، همین رخصتی ها خلاص شد، ما دقیقا میفهمیم و موجود تنها یعنی با هرات درگیری ما زیاد است. نیمروز و فرا و هرات در اون خط اول هستند. و مسئله دیگه که بسیار مهم است به همه افغانستان است که ویروس کرونا، یعنی آلا ما مصابینی داریم که به ایران سفر نکردن لیکن وا مصاب هستن، یعنی که ویروس گردش خود داخل افغانستان شروع کرده که امون مرحله خطرناکش است. آقای رحیمی، با عنوان آخرین پرسش میخوایم این گونه بپرسم، مردم چقدر محدودیت هایی را که شما وضع کردین در هرات مراعات میکنن و خواستتان از مردم هرات چی است؟ من تشکر میکنم از مردم عزیز و شریف هرات که همکاری بسیار زیاد دارن. محدودیت بسیار خوب پیش رفته را است در هرات. ما بعضی مشکلات داریم، مردم فقیر داریم که او امو روزانه که کمایی میکردن امور شب امرای اولادای خود میخوردن. با او مردم مشکلات بسیار زیاد شده، یک سلسله مشکلاتی که در انتقالات کارمندای صحی ما داشتیم، در او مشکلات داشتیم و مؤسساتی که در هرات کار میکنن او در امور خود مشکلات داشتن. سکتور خصوصی که این در حالت حل شدن است و آهسته آهسته امی وضعیت دیگه هم تشدید میشه و ما از عبور مرور ممانعت میکنیم. یک خواهشی که خاص مدارم از مردم هرات و همه مردم افغانستان، قرنطینه یا منع گشت و گذار به این معنا نیست که باز ما در خانه مهمانی جور کنیم و باندار جور کنیم. از این مسائل پرهیز کنیم. ما این ویروس چرخه انتقالش باید بشکنانیم و او با دور شدن از یک دیگه، فاصله یک متری، یک و نیم متری یک دیگه باید باشیم.
حتی وقتی در خانه ها هستیم تجمع زیاد در یک اتاق نکنیم و مو مسائل صحی را که دکترها میگن مراعات بکنیم. ممنونتان آقای عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات که وقت گذاشتید. ناداری و تنگدستی شمار از کارگران را مجبور کرده که با وجود محدودیت گشت و گذار در پایتخت برای پیدا کردن لقمه نان از خانه بیرون شوند. این کارگران میگویند که از تهدید ویروس کرونا آگاهند، اما فقر ناگزیرشان میکند که خطر ابتلا به این ویروس را به جان بخرند. اینان از حکومت و سرمایه‌داران میخواهند که برایشان کمک فراهم کند. در این حال مسئولان در حکومت تاکید دارند که روی طرح برای کمک به ناداران به گونه جدی کار می کنند. قرنطینه نسبی پایتخت بیش از همه به قشر نادار جامعه سخت تمام می شود. قشری که برای داشتن لقمنان سر سفره شام باید روز را در بیرون برای کار بگذرانند. با این مردی که دغدغه یافتن لقمه نان ناگزیرش ساخت محدودیت گشت و گذار را نادیده بگیرد همراه می شویم. از در و دیوار خانهش فقر و ناداری پیداست. جنگ در قندوز سید زمان را از خانهش در قندوز به کابل آواره کرده است. ماهانه 5000 افغانی کرایه خانه می پردازد. تهدید ویروس کرونا را در غم ناداریش کنار گذاشته. در روی بازار که میگردیم گشتن نمیمونه. حالا میدونه که برو در خانه بشی. در روی بازار نگرد که چی است. مرض است. سر مرض نگیره. در بینید ماست دیم. خود دسکش که. خود پیسی هم دسکش که. محدودیت گشت و گذار در پایتخت روزگارش را تاریک تر ساخته و دست مزدش را خیلی اندک. اونو میریم در مارکت میریم از صدر فاو پینجار ها والا ما کار نتانستیم نمیکنیم. کار نیست، غریبی نیست. کار فاکو گم شد. قیمتی است. یک بجوار باید 15-16 بود ولی می خیلیم بس کم 2000 روپه. تصورش هم دشوار است. آب باران را پس انداز می کنند تا از آن استفاده کنند. اولی آب نداره، یعنی می آبی باران را می گیریم به خاطری که یک کالاشویی شد و یک ضرور دیکار شد. یعنی مزی استفاده میکنیم در کالاشویی، در ظرفشویی. این خانواده نمونی از ده ها خانواده ای است که با فقر شدید اقتصادی دست پنجه نرم میکنند. در این روزهایی که کابل در قرنطینه است به این خانواده ها بیشتر ضربه اقتصادی وارد شده. خانواده هایی که حتی توان خرید یک نان خشک را ندارند چگونه می توانند مسائل صحی را در نظر بگیرند و در خانه هاشان قرنطین بمانند؟ سید زمان نمی تواند در خانه آرام بگیرد. برای پیدا کردن پول دوباره به جای کارش برمیگردد. اقتصاد زندگیش وابسته به چرخش چرخ کراچیش است که این روزها ناچیز چرخیده. قصه و همهش هم پیدا کردن نان برای فامیل 11 نفری. داستانی که دست کم 55% مردم افغانستان در این بخش با او هم قصند. با شیوع ویروس کرونا در افغانستان هند دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولگری‌های خود را از هرات و جلال آباد به کابل انتقال داده است. رسانه‌های هندی با نقل از منابع دولتی گزارش دادند که این کارمندان به طور احتیاطی به کابل منتقل شدند. همزمان وزیر صحت عامه کشور می‌گوید که افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا در هماهنگی کامل با ایالات متحده، چین، سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای جهانی قرار دارد. از سوی مسئولان این وزارت میگویند که هزاران داوطلبی که در بخش مبارزه با پولیو فعالیت داشتند حالا در مبارزه با ویروس کرونا فعالیت خواهند کرد. در این حال سفارت آمریکا در کابل میگوید که این کشور 15 میلیون دلار را برای مقابله با ویروس کرونا به افغانستان کمک میکند که از مجموع این مبلغ 5 میلیون دلار آن برای بیجا شدگان داخلی در افغانستان هزینه میشود. شیوع ویروس کرونا هند را واداشته تا دیپلمات‌هایش را از هرات و ننگرهار به کابل انتقال دهد. رسانه‌های هندی به نقل از منابع دولتی دلیل این اقدام را احتیاط و محافظت از کارمندان قنصلی خود خوانده است. همزمان وزارت صحت عامه می‌گوید افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا به گونه کامل با آمریکا، چین، سازمان بهداشت جهانی و نیز دیگر نهادهای جهانی هماهنگ است. ترنینگ از وایس که همون راهنمودان هم میتن تجارب شیر میکنن که از طریق ویدیو کال، از طریق ویدیو کنفرانس یا ادامه داره و دوام خواهد داشت. کمبود اکسیژن هم میبینیم، گفت بسیار خوب است. از سوی وزارت صحت عامه میگوید
به دلیل اولویت مبارزه با بیماری کووید 19 هزاران داوطلب که پیش از این در بخش یافتن موردهای مثبت پولیو یا فلج اطفال فعالیت میکردند حالا در بخش یافتن موردهای ویروس کرونا کار خواهند کرد. کرونا نسبت به پولیو به مراتب مهمتر و خطرناکتر است برای ما و شما. خوبی که از پولیو به دست آوردیم و یک خوبی دیگه افغانستان هم است که ما 30,000 داوطلب و کارکن پولیو را به خاطر کیس پیدا کردن کرونا به کار انداختیم. در این میان امریکا اعلام کرده که به دکتران متخصص که میخواهند به این کشور جهت مهار کردن ویروس کرونا همکاری کنند ویزای آسان و اختصاصی در نظر گرفته است. همزمان کمیته صلیب سرخ جهانی در مورد بیماری کووید 19 به ویژه در کشورهای متاثر از جنگ نگران است. این کمیته که متشکل از چندین سازمان بین المللی است اعلام کرده آماده است با وزارت صحت افغانستان در مبارزه با این بیماری همکاری کند و مایل است خدمات صحی را در بخش‌هایی که محدودیت وضع شده ارائه کند و در بخش آگاهی دهی و عرضه خدمات صحی در زندان‌ها نیز دولت افغانستان را همکاری نماید. کار ساخت و ساز 7 بیمارستان کووید 19 در کابل و ولایت ها قرار است تا 1 ماه دیگر تکمیل شود. این بیمارستان ها برای مبتلایان احتمالی به بیماری کووید 19 در کابل، هرات و نیمروز ساخته می شوند. آمادگی ها برای مبارزه با شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور. همکنون کار ساخت و ساز 7 بیمارستان برای درمان بیماران احتمالی کووید 19 در کشور جریان دارد. در کابل 5 بیمارستان در ولسوالی های دسبس، چاراسیاب، خاک جبار، موسهی و در ناحیه 12 پایتخت جریان دارد که هر کدام ظرفیت پذیرش 50 بیمار را دارند. در 5 ولسوالی شهر کابل در نظر است که یکیش از جمله ولسوالی موسهی کابل است که با مساحت تقریبا 2500 متر مربع و مساحت کاری ما در 1450 متر مربع احتوا میکنه در نظر میگیره. تقریبا 50% از مار سنگکاری ما ادام ختم شده است، در جریان است و 50% سیخبندی سپل طلبا. در هرات کار بیمارستان 100 بستر کووید 19 تا 80% پیش رفته و قرار است تا کمتر از 3 هفته دیگر آماده پذیرش بیماران شود. در نیمروز نیز روند ساخت و ساز بیمارستان 100 بستر به شدت جریان دارد و قرار است تا 1 ماه دیگر به بهره برداری برسد. این در حالی است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان روز به روز افزایش می‌یابد. هرات با داشتن بیشترین آمار مبتلایان به این ویروس تا اکنون در ردیف نخست جا گرفته است. در ادامه هشدار ترامپ از مرگ 80 تا 200 هزار تن به دلیل بیماری کووید 19 در امریکا. دوباره خوش آمدین. رئیس جمهوری امریکا محدودیت های رفت آمد و فاصله گذاری فیزیکی را تا پایان ماه اپریل در این کشور تمدید کرد. دونالد ترامپ با آنکه هشدار می دهد ممکن است 200 هزار نفر به دلیل بیماری کووید 19 در آمریکا بمیرند، اما ابراز امیدواری میکند که اوضاع از اول ماه جون به حالت عادی برگردد. از سوی در پی ابتلای یکی از مشاوران نزدیک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ویروس کرونا، آقای نتانیاهو به قرنطینه میرود. همزمان در روسیه مسکو در قرنطینه کامل قرار گرفته است. تعداد آلوده شده ها به ویروس کرونا در ترکیه هم از 10,000 نفر فراتر رفته است. در ایران هم شمار تلفات این ویروس به بیش از 2,700 نفر و مبتلایان به بیش از 38,000 نفر رسیده است. کشورهای مختلف برای مقابله با شیوع ویروس کرونا راهکارهای متفاوت را دنبال می کنند. رئیس جمهور امریکا که پیش از این از بازگشت به وضعیت عادی در این کشور سخن گفته بود، اکنون دستور عمل رعایت فاصله اجتماعی و منع تردد در ایالات متحده را تا 30 اپریل تمدید کرده است. دونالد ترامپ اما هشدار می‌دهد شیوع ویروس کرونا می‌تواند جان بین 100 تا 200 هزار نفر را در این کشور بگیرد. او تاکید می‌کند آمار می‌تواند به مراتب بیشتر باشد، اما اگر به همین تعداد بمیرند نشان دهنده عملکرد خیلی خوب کاخ سفید خواهد بود. رعایت فاصله فیزیکی رمز مقابله با کرونا است. هرچه بیشتر رعایت کنیم زودتر از این بحران عبور خواهیم کرد. بدترین چیز این است که اعلام پیروزی کنید قبل از اینکه پیروز شده باشید. امیدوارم امریکا از ماه جون به سوی حالت عادی گام بردارد.
همکنون در امریکا 135,700 تن به ویروس کرونا آلوده هستند و شمار تلفات در این کشور نیز از مرز 2500 فراتر رفته است. گروه ویژه پزشکان امریکایی هم پیش بینی میکنند که ویروس کرونا احتمالاً تا 2 هفته دیگر به اوجش خواهد رسید و در این میان 80,000 تا 200,000 نفر جان خواهند باخت. با توجه به شیوعی که ویروس کرونا در امریکا دارد و پیش بینی هایی که ما داریم، ممکن 80,000 تا 200,000 نفر بر اثر این بیماری در هفته های آینده جان ببازند. اما جامعه پزشکی ایالات متحده در همکاری نزدیک با دولت تلاش می کنند تا با تطبیق برنامه های جدید آمار آلوده شده ها و تلفات کاهش داشته باشد. جو بایدن از نامزدان پیشتاز حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اما از ترامپ به دلیل کمکاری در امر مبارزه با ویروس کرونا انتقاد می‌کند. امیدوارم تا هفته‌های آینده ویروس سیر نزولی خود را داشته باشد و وضعیت تحت کنترل قرار بگیرد. رئیس جمهور کارهای خودسرانه انجام ندهد و به حرف‌های دانشمندان و پزشکان گوش دهد. اقدام هایی که مردم آمریکا با آن مخالفند. در روسیه اما وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا نظیر آمریکا نیست. با افزایش موارد ابتلا به این ویروس، مسکو کاملا در قرنطین قرار گرفته است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که شمار آلوده شده ها در این شهر از مرز 1000 نفر گذشت. در ایران هم تعداد آلوده شده ها به 38,400 نفر و تلفات به 2,700 تن رسیده است. پاکستان هم 1,700 آلوده و 18 تلفات دارد و هند نیز 1,100 آلوده و 27 جان باخته دارد. و در پایان هم از ورزش، آریانا اف سی در یک بازی دوستانه برابر تیم فوتبال انکی کرواسی به پیروزی رسید. تیم فوتبال آریانا در این دیدار که 2 میلی‌پوش خود نورالله امیری و صابر عزیزی را در ترکیب ثابت داشت، در پایان با نتیجه پرگل 5-2 برابر حریف خود پیروز شد. تیم آریانا اف سی حدود 5 سال قبل از سوی نورالله امیری، بازیکن تیم ملی فوتبال کشور، در لیگ دست 8 فوتبال سویدن به فعالیت آغاز کرد و با 4 قهرمانی در 4 سال اخیر خودش را به لیگ دست 4 فوتبال سویدن رساند. نخستین کتاب خبرنگاری ورزشی به زبان پشتو چاپ شد. کتاب خبرنگاری ورزشی از سوی سمیع‌الله پام در 6 فصل و 80 صفحه نوشته شده است که در آن تاریخچه ورزش و پوشش رویدادهای ورزشی بیان شده است. اوس محل پنړی کې ورزش او ورزشی ژورنالیزم ډیر زیات پرمختګ کړی، خو لبه د مرغه په ورزشی ژورنالیزم کې اکیډمیک ډیر څه نشته. دی همغه چې داته شما احساس کړل او د لومړي ځل لپاره مې په پښتو ژبه د ورزشی ژورنالیزم کتاب ولیکه. بازیکنان تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا به دلیل بحران ویروس کرونا دستمزدشان را کاهش دادند. کریستیانو رونالدو و هم بازی‌هایش در یوونتوس موافقت کردند که به دلیل بحران ناشی از ویروس کووید-19 دستمزدهای خود را به اندازه 90 میلیون یورو کاهش دهند. این اقدام بازیکنان یوونتوس مورد تقدیر رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا نیز قرار گرفته است. لیگ برتر فوتبال بلاروس تنها لیگ فوتبال در اروپا است که بدون توجه به ویروس کرونا رقابت‌هایش همچنان برگزار می‌شود. رئیس فدراسیون فوتبال بلاروس در مورد برگزاری رقابت‌ها گفته است: شرایط در بلاروس بحرانی نیست و ما از همین سبب تصمیم گرفتیم تا رقابت‌های خود را برگزار نماییم. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بلاروس یک شنبه با 1 دیدار و همچنان با صدرنشینی تیم منسک به پایان رسید. خبر و تحلیل از یکمین قصد بود. ممنون که یک را بیننده هستید. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.